سلام بچه، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ ادامه آلبوم ساخت ایران و ترک جی. خب میرسیم به ترک دوم آلبوم. آلبوم که نمیشه گفت ای پی آلبومه دیگه، آلبوم کوتاهه. کوتاه ساخت ایران به اسم جیب، قاف خونده با سفیر و بیداد. برای بچه زیرزمینی آهنگسازم سینا مهدوی و پرودوسرشم مهدیار آقاجانی. بچه ها گفتن آهنگ قبلی رو سعید دهقان آهنگ سر و آهنگش رو ساخته بوده و در واقع تهیه کننده کل آلبوم مهدیار آقا جانی بوده. حالا پس این کار رو هم سینا مهدوی آهنگسازی کرده. حتما بریم که برو بشیم. سمونو خریدن و سمون خراش، گفتن خیر تو شر باش، گفتن بله گوش فرما. بسید همینجا بگیم خیلی نجالو میگه که حالا اونجایی که با حاله میگیم دیگه، میگه نور نمیاد مداد تو مداد تراش. منظورش که نور نمیاد انگار هم به این اشاره که مدادی که تو مداد تراش میکنی یعنی سوراخ دیگه نور نمیاد، هم مداد تو مداد تراش یعنی چجوری بهت میگم یعنی بیهوده تموم شدن، یعنی داریم تموم میشیم. آسمون رو خریدن آسمون خراش، آسمون خراش که برجه، مزه که برجایی که تو آسمون سرکش یعنی رفتن تا بالا دیگه آسمون دیگه یعنی نمیشه، دیگه انقدر زمین و زمین خاری کردن دیگه به آسمون رسیدن. به اینم اشاره داره دیگه، هم زمین خاری کردن. بعد دوباره بعدی اصلا این سه تا پشت سر هم چه باحاله، گفتن خیر تو شر باش. خیر و شر با هم چیز داره. از اونورم گفتن خیر یعنی گفتن نه، یعنی نه هم گفتن. چرا میگه نه؟ چون ادامش که گفتن بله گوش فرمان، یعنی یه سری گفتن خیر پس تو شری چون که مخالف ما هستی، اونا که گفتن بله که گوش به فرمان بودن دیگه. چقدر باحال استفاده کرده اینا. تو همونجا بگیم که از مزهش نیفته. آره واقعا آخر یه جایی من میخوام استوب دیر بزنم موزیکه نیفته، ولی ایوه خب دیگه اینا از دست میره. مداد تو مداد تراش، آسمونو خریدن آسمون خراش، گفتن خیر تو شر باش، گفتن بله گوش فرما. آخرین نفری که گوش نداد رفت بیمارستان چون گوش نداشت. شش جناب سروان، ما در خدمتیم یه مش سرباز. خیلی خوب گوشیشو بریدن. آره دیگه یعنی گوششو بریدن دیگه، رفت مثلا گوش نداشت. اینجا هم که به یه مش سربازه هیچ کس سروش زد دیگه، گفتیم چش جناب سروان ما در خدمتیم یه مش سرباز. گفتم چش جناب سروان ما در خدمتیم یه مش سرباز، بعضی وقتا با سب کرد تا بشه حرف زد، بعضی وقتا هشت زا. بعد این که ریختن عشقا، بعد این که ریختن گاز عشقا ور، بعد این که ریختن پشمات، 3000 میلیارد چند تا صف دارد. هر کی یه تیکه میکنه میره، هر کی بکنه زیرنگ دیگه، زیرنگ دیگه باسته پای زیرنگ دیگه. وای چقدر دلم علی قاف دوست. زیرنگ دیگه من فکرم بالاشم که میگه که هر کی میاد یه تیکه میکنه میره جیبش پرتر میشه، منظور به هر کی که میاد یعنی رئیس جمهور هم میتونه باشه، یعنی علاوه بر اینکه اونایی که اختلاس آره میخورن، چون میگه باید هر بار 8 سال منتظر بمونی تا حرفتو بزنی، این وسط اشکای ریخته میشه، گاز اشکا برای زده میشه. 3000 میلیارد قشنگ داره میگه، یعنی هر کی میاد به امید اینیم که بعدی حرفمونو بشنوه، با زهره 8 سال صبر کنیم بعدی بیا شاید اون بشنوه. خب
انشاءالله درست میشه. آره و زیرنگه. هر کی بکنه زیرنگه دیگه. خیلی آقا من باز باید تکرار کنم این گاز یادم افتاد. شاعر میگه بیگیری راست میشه، زیرنگ باشی یعنی عاشقش. میره هر کی بکنه زیرنگ دیگه، فرهنگیه سیاسیش نکن یه یاسم زیادیه. میکنه پسر پدر دختر پسر، دوباره به یاس اینجا هم دیگه میگه بس فرهنگیه، یعنی من دارم بس فرهنگی میکنم سیاسیش نکن، همون یه دونه یاس هم کافیه. واقعا سیاسی نیست، واقعا بس فرهنگی، جدی میگم اجتماعیه، اجتماعیه واقعا. کنه زیرنگ دیگه، بحث فرهنگیه سیاسیش نکن یه یاسم زیادیه. میکنه پسره پدر دختره پسر، حالا یه سرم بزن به سطح شهر، ببین دست کم از هر ستن دو تا فکر رفتنه، یکی فکر موندنه که اونم عشق پول داره یا پول داره. گردن دولت ننداز، خواستی جمع کن برو قربت الان، شاید رسید نوبت قرعت فردا پس فردا. اما هر کی یه تیکه میکنه میره، هر کی یه تیکه میکنه میره دنبال یه ذره دیگه، دنبال یه ذره دیگه تا گشاد شه جیبش تا خوشحال بمیره. هر کی یه تیکه میکنه میره، هر کی یه تیکه میکنه میره دنبال یه ذره دیگه، دنبال یه ذره دیگه تا گشاد شه جیبش تا خوشحال بمیره. آه خیلی داره درست میگه. خب حالا درسته که ما اختلاس گرد تو کشورمون زیاده و خود اینایی هم که میان سردم دارن 8 سال به قوله میخورن میره نفر بعدی میخوره، ایناشو کاری ندارم. ولی اینجا داره میگه میکنه پسر از پدر دختره از پسر، یعنی دیگه ما خودمونم به خودمون رحم نمیکنیم. یه بیبر سطح شهر رو ببین چه خبره. دقیق گفت دیگه، مشکل فرهنگی دیگه، دقیق از ماست که برماست، ما خودمون میکنیم که به اون برمیگرده به نظرم. و اینجا هم داره میگه که از این بینم از هر سه نفر دوتاشون میخواد بره، یکیشون میمونه، اونی هم که میمونه یا عشق پول داره یا پول داره که میمونه. یا میخواد اینجا عشق پول داره، یعنی چی؟ چون فقط تو ایران اونجوری میشه پول در آورد، اونجوری میشه عجیب بقیه زد. خب میگه یا عشق پول داره یا پول داره که تو ایران میمونه. پس همین داستانی آقا اینجا که میگه هر کیت که میکنه میره، هم به بالا بالایی اشاره داره، هم به اونایی که خورده خورده این مثلا دارن میکنن. تهران همینجوریه، به همه، ما خودمون به خودمون میزنیم. یعنی خواهر برادر حتی امروز روز ما هم رحم نمیکنن. بابا من اونجا که کار میکردم دیگه کم مونده بود تابلوهای تو شهرم بکنم کمپانی دیگه، حالا اونایی که همکارا بوده میدونن. حالانم تو آلمان و دبی و دارم حالش میبرم بچه‌ها. خب میریم سراغ ورس صفیح. ورس دو از صفیح برو بریم. گذاشتی پا به سن رو سیاه یا رو سفید، آسمون ریسمون نباف مار گزیده، فکر پونه نیستی نمایش عمریه برقراره وقت تلاسم و اونس نگرفت اونی که نخت داد فبه ها لباس میسازه شخصیت بیچون و چرا چک و چونه نزن خمیره ورزیده هم نباشه باید از کت و شلوار وزیره صاحب چونه یه نونه پرچونگی نکن طرف صبح رئیس جمهوره هکی ارا رسید یه تیکش و کنده سش و گذاشت میهن و رب کلا گذاشت کلا برداشت حقیقی چه حقوقی حالا دایه عزیز سر مادر این در و تختشونی که میکنه باورش چه از جز چه از کل چشماتو باز کن نگو قدم سرطانم میشه ریشه کن گوشت بده کار نباشه حساب نمیبره به خرجت نمیره بنابراین عقل دست رشته میشه. چقدر فلای با حال میخونه، خیلی فلش خوب بود، خیلی با حال بود، خیلی دوستش هم مادر خوندن شد. بعد میگه که گذاشتی پا به سن رو سیاه یا رو سفید، آسمون ریسمون نبافنی بی خودی خودتو گول نزن، یعنی دیگه همینجوری داره عمرت میگذری خودتو گول نزن. باز اشاره داره به ورس قبلی که یعنی از ماسک بر ماست دیگه، یعنی خودمون این کارو میکنیم، خودتو الکی گون هی تقصیر دنبال مقصر نگرد، از خودت شروع کن. مارگزیده فکر پونه نیست این نمایش عمری برقرار وقت تلاست. اینجا مارگزیده فکر پونه نیست دو تا ضرب مثلا اومده با هم قاطی کرده، یکی میگه مار از پونه بعدش میاد دم خونش سرته، یه بار میگه مارگزیده ریسم سیاسی میترسه، اینجا میگه اینقدر اوضاع به هم ریخته است دیگه ماره حتی فکر، یعنی مارگزیده فکر پونه یه جلو در خونه ماره نیه، هیچ به هیچ کی به فکر هیچ کس نیست، منظورش اینه. آره. بعد میگه
لباس میسازه شخصیت بیچونه چرا؟ برعکس داره میگه. قدیم میگفتیم این لباس شخصیت نمیاره واسه، ولی میگه امروز لباس شخصیت میاره. همه چی ارزشش جابجا شده متاسفانه. همه با... میدونی چی میگم؟ یاد این چیزا افتادم، تبلیغای مسخره جدید، یارو یه ماشین اجاره میکنه میره جلوی یه بور یه کچلوارو میپوشه، بیایی من به شما راه های سربت من شده یاد دادم تبلیغ کنه. یعنی مزخرف در این چیزایی آدم، یعنی یارو پشت پرش نشسته خب تو اینستاگرام میگه بیا پول یادت بدم، بعد حرف نمیدونم اصلا نوع فرمون گرفتنش معلومه تو همون ده دقیقه نشسته. من اینو ثابت میکنم بابا پولت کجا بود؟ یا مثلا یارو آره دیگه پول داره ولی ممکنه فرهنگ و شخصیت نداشته باشه. اینا یعنی قدیم میگفتن این لباسه نشون شخصیتی، الان میگه چرا بیچون چرا لباسه همه چی هستش اینجا. بعد میگه خمیر ورزیده هم نباشه با یه دست کچلوار وزیره. بیا دقیقا داره ادامه یه ورس قبلیش میگه دیگه، با ظاهرش درست میکنم میفرستنش میکنمش وزیر و فلان و بعد دیگه هر کی عرصی یه تیکر شکست و گوش میهن و رفت و کلا گذاشت کلا برداشت و خلاصه دایی عزیزه از مادره هیچی دیگه. میگه اینجا میگه که چشاتو واکن نگو قدم، سرطان هم میشه ریشکن، گوشت بدهکار نباشه حساب نمیره به خرجه. باز هم یادم میگه دیگه، آقا اولش هم گفت عمرت هم گذشته است. این قدم همون قده سرطانی هم میشه. آره نه قدم سرطان هم قدم و قده آره دیگه آره. سرطان هم میشه کم میشه قد بازی تو بزن کنار. آره. یعنی قد بازی اون قده سرطانی هم خوب میشه دیگه تو که دیگه آره داره گفته خیلی خوبه فلو خیلی باحالی رو اجرا کرد صفی. بریم سراغ ورسه بعدی که بیداده. نگو قدم سرطانم میشه ریشه کن، گوشت بده کار نباشه حساب نمیبری به خرجت نمیره، بنابراین عقل دست رشته میشه. دنیای خراب پر نان حرام، دهان غنی کباب دل فقیر کباب، دنیا فانیست دریاب موجی نه دریاب، شدی محو سراب زیاد نبر خاک سراب، سنگر به دار دنیا ببین ظالم چه ساده افتاد، سنگر به دار دنیا ببین ظلم را به سان مرداب، همه عالم تمامند تک باش به فکر خلق باش، همه عالم گمراهند فقط عالم به فکر فردا، آن که حق و ناز خورده حتما با دلش ودا گفته. چه تحریرهای سنتی به به خیلی دوستش داشتم. من فکرم کار رب کنه چرا نشینیم با تو حالا خیلی قشنگ و چقدر یه دفعه تو این حال و هوای رب چسبید این تحریر های سنتی اصلا خیلی قشنگ. یه جورایی یه خورده البته من یاد چیز افتادم یه موقع های شاهین نجفی اینجوری میخونه یه جاهایی یه جایی اونم یه روی این تحریر ولی خیلی قشنگ نشست جنبندی کار خیلی دوستش داشتم. بعد ببین چه باحال میگه، میگه که دنیای خراب پر نان حرام، دهان غنی کباب دل فقیر کباب. چقدر باحال میگه، اون تو دهنش کبابه این دلش کباب شده. کباب شده چه عجب خب. واقعا با این کلمه ها خیلی خوشگله. بعد میگه دنیا فانیست دریاب موجی نه دریا، شدی محو سراب، دنیا فانیست دریاب یعنی متوجه باش. بعد دریاشو وصل کرده به این که نه این دریا هیچ موجی نداره فقط یه سرابه. بعد بنگر به دار دنیا، اینم همینه میگه این آقا دنیا گذراست تما نباش، میگه همه عالم تما ان تو تک باش تو با بقیه فرق کن، این دنیا گذراست. اصلا خیلی دوست داشتم مدل خوندنشو، خیلی دوست داشتم خیلی نشست تو به قول آنایتا تو جنبندی این کار خیلی نشست. یعنی ورس سوم سورپرایز شدم شدیدن و چقدر دلنشین بود واقعا. باری کلا خیلی کار خوبیه. بریم آترو کارم ببینیم چی هستش. اگه باور نداری بپرس از بابک زنجانی، هرکی یه تیکه میکنه میره، هرکی یه تیکه میکنه میره دنبال یه ذره دیگه، دنبال یه ذره دیگه تا گشاد شه جیبش تا خوشحال بمیره، هرکی یه تیکه میکنه میره، هرکی یه تیکه میکنه میره دنبال یه ذره دیگه، دنبال یه ذره دیگه تا گشاد شه جیبش تا خوشحال بمیره، هرکی یه تیکه میکنه میره،
گشاد چه جیبش تا خوشحال بمیره. خیلی خوشگل بود. دقیقاً این کورس کار خیلی به کاور این آلبوم می اومد. ایرانی که تیکه تیکه شده، هر کی یه تیکه ازش کنده اگه نگاه کنی ببینی. هر کی یه تیکه کنده رفته و خیلی به کاور کل آلبوم این کورس آهنگ جیب در واقع میشست و عالی بود. خیلی خوب بود این کار. خیلی این کار خوب اون بود. بیداد توی دیت آخر مصرع آخرش میگه که اونا که حق و ناس خوردن حتما با دلشون ودا گفتن. بعد قاف میاد میگه اگه باور ندی بپرسن بابای زنجانی. این حتی مالا اون دوره بودی که بابای زنجانی تان روج بود و بعد گفتن دهن خودمونم یکی کردن. آره دیگه. چون اینا مهره های بازیچه سو... دست اینا بود. اینا آره دیگه بازیچه شدن. بازیچه شدن. زیرنگ نبودن. زیرنگ نبودن. یعنی عاشق این اصطلاحی هم که علی قاف به کار میبره. این زیرنگ نبودن اتوالا میفته دو دهنه من یه چند وقتی مثل گیری راست میشه. خیلی بالو. واقعا متاسفم که این آهنگ الان که من دارم گوش میکنم از پیج خود ملتفته و پیج یوتیوبش و 49,000 تا ویو خورده. چرا باید کم خوش؟ تا سال 2014 گوشت 14 یعنی بعد 8 سال. بچه طرف میاد جلوی دوربین، سه نفر جمع میشن، سس تون میخورن، بعد 500,000 تا ویو میگیرن. بعد این آهنگ من نمیدونم واقعا. من خیلی دوست دارم به زیر زمینی زیاد ویدیو برش بسازم و حتما این کار 100% تا الان کردم بازم میکنم. درسته مینستریم اینا زیاد میریم ولی هیچ وقت یادم نمیره و اینا رو تا اونجا که بتونم چون به دلم خیلی میشینه و واقعا باعث تاسفم وقتی این ویو رو میبینم که مثلا این بچه ها گذاشتن اینجور گرفتن. حداقلش اینه که شما که به من اصرار میکنین که اینا آهنگا رو ریاکشن بدین، سعی کنید شما آهنگا اینا رو شیر کنید این بچه ها رو که اینا ویو بگیرن. درسته اصلا بحث مینستریم اینا نیست ها که بگم ویو بگیر چرا ویوشون کمه پس بده، نه که نه. شنیده بشه چون شنیده خیلی بشه عالیه این حرف حساب تو این آهنگ زده. بعد تو ببین تو ورس سوم بیداد چی جوری اجرا میکنه و ما چرا مثلا تا الان نباید بیداد شنیده باشه. همین میگم دیگه این اصلا ابن این کار رو مین اگه مینستریم به این معنی که همه بشنم اشکال نداره بذار هم شنیده بشه. این بسیار کار خوبی بود و حالا من طبق روال همیشگی کارامون تو دیسکریپشن میذارم آدرس در واقع این لینک این موزیک رو و بچه ها شیر کنید حمایت کنید. یه تأسف دیگه هم داره این آهنگ میدید چیه؟ سال 2014 این آهنگ گشته و همچنان 8 سال دیگه گذشت و اوضاع بهتر نشده که بدتر شده و همین دیگه. ببین تازگی داستان اینه دیگه، ما جامعهمون اینقدر مشکلات داره که مشکلات حل نمیشه به خاطر همین آهنگ و کهنه نمیشه. چند جایی شنیدم که مثلا بچه‌ای که خود مینستریم تر کار میکنن تو رپ میگفتن آقا تو همش از درد مردم بخونی، نون درد مردم بخونی. آقا تا زمانی که این درد وجود داره خب این آهنگا کهنه نمیشه و اون آرتیست هم خب بازم میاد میخونه. میدونی داستان چیه؟ همینه دیگه. و اگه دردی نباشه که آرتیست بخواست کسخل نیست که بالاخره یه سری هم باید بیان بگن دیگه، نمیشه که همش نگن. اینه که بچه به نظر حمایت کنی، ویدیو این بچه ها رو شیر کنیم، موزیکاشون بیشتر برشیر کنیم. قافلی رو بتره کنیم، حمایت کنیم. قافلی که من نمیدونم چرا نمیخواد آلبوم بده یا کی میخواد آلبوم بده، دوتا اصطلاح توش بکشیم میرون رو حال کنیم. ما که منتظر منتظرم زودتر اتفاق بیفته. دمتون گرم، اینم به عشق خودتونه که میگین زیر زمینی برین. امیدوارم که تا آخرش دیده باشین چون خیلی ها که اصرار میکنین. حالا ما ویدیومو ویو نمیگیره اصلا مهم نیست، واقعا مهم نیست، همون چند نفرم بشنم برای ما کامله. ولی جالبش اینه که این ویدیو رو خیلیاتون تا تم نمیبینین به خاطر اینکه من تا آخرش یه جنبنده کردم یه چیز گفتم، طرف میاد یه کامنت میزنه مثلا آقا مجازو نمیری، در اصل که تو همه ویدیوام گفتم 10 بار تکرار کردم مثلا نشون تا تای ویدیو رو شاید بعضی ندید. به هر صورت تقدیم اونایی که دوست دارن با عشق یه ترک دیگه مونده که فردا تقدیمتون میکنیم که آلبوم ساخت ایران هم ما تموم کرده باشیم. یه آلبوم مجاز میمونه بچه ها، ایمیل دارم میزنم دارم سعی میکنم اگه اونم اوکی بشه چون 16 تا ترکه یه دفعه میترکونه کانالو، اگه اوکی بشه اونم برم براتون که دیگه ما
ایده این همونه به ملتفت تو شما که دوست دارین ادا کرده باشیم کامل کرده باشیم که بیشتر از اون چیز خاصی نخواهد بینید چند ترکی اونم خواهیم دمتون گرد تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اگر تازه با ما آشنا شد یا ما رو ساب نداریم میتونید از این بغل سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، هشتگ مد به اسم من آنای تایم در کلیه فضای مجازی و هشتگ مد بکس شمایید در کلیه فضای مجازی. آدرس سوشیال مدیا ما اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، سر بزنید حال کردید اونجا ما رو فالو کنید. و در انتها امیدوارم هر جای دنیا که این ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی آدم مشتی دورتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری داشته باشین. خداحافظ.